بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان فارسی زبان و ایرانی نازنینم در ایران و اقصی نقاط جهان. باز هم سفری دیگر و ما مجددا در خدمت آقای دکتر محمد سرافراز هستیم و در این سفر هم مثل هر سفر دیگری که ایشون تشریف میارن و ما سعادت زیارت مجدد ایشون رو داریم، ما یه سری ویدیوهای کوچولو 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 ضبط میکنیم که اگر به امید خدا زمان پیروزی و غلبه ما بر ظالمان و مفسدین حاکم بر ایران در حال حاضر نزدیک شد، ما با این ویدیوها یه کوچولو سورپرایز هایی برای ایرانی های عزیز داشته باشیم که هیچ کس لنگش رو نداشته بوده باشد. خب آقای دکتر سرافراز، مجددا خیلی خوش اومدید. هرچقدر که ما بخوایم بگیم که از تشریف فرمایی شما خوشحال هستیم، خب زبان قاصر است و اگر اجازه بدین من یه لیست سوالهایی رو درست کردم که در این سفر از شما بپرسم و بریم که دیگه در خدمت شما باشیم. آقای دکتر سرافراز، خیلی ممنون از وقتتون و پاسخگویی به سوالات ما. من میخواستم بدونم که چرا آقای سید مجتبی خامنه‌ای داعیه رهبری رو در سر دارن؟ از نظر شخصیتی ایشون چه جور آدمی هستن و آیا قابلیت رهبری ایران رو دارند یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب آقای سید مجتبی خامنه‌ای دومین فرزند ذکور آقای خامنه‌ای هستند که به نظر میاد از سالهای خیلی قبل تمرین میکردن و آمادگی میخواستن پیدا کنن برای اینکه در آینده جانشین پدرشون بشن. ایشون خب من در جلسات مختلفی با ایشون و دوستان دیگری که در گذشته همراه بودیم جلساتی داشتم و به تدریج ایشون توی مسائل امنیتی و سیاسی کشور حضور پیدا کردن، آشنا شدن و کم کم در مرحله تصمیم گیری قرار گرفتن. از جهت اینکه آیا قابلیت رهبری آینده رو دارن، به نظر من تفاوت دارن ایشون با پدرشون، هم به لحاظ اینکه پدر ایشون وقتی میخواستن رهبر بشن قبلش رئیس جمهور بودن و پست‌های مهمی در کشور داشتن، در شورای عالی انقلاب حضور داشتن، در پست‌های مختلف نظامی و امنیتی و آخرش هم به عنوان رئیس جمهور پست مهمترین پست اجرایی کشور، و ضمن اینکه مردم هم میشناختن با صحبت‌هایشون، مواضعشون و کارکردشون آشنایی داشتن. اما آقای مجتبی خامنه‌ای یک آدمی هستن که مقداری به نظر میاد درونگرا هستن و هیچ وقت تا حالا به شکل عمومی برای مردم صحبت نکردن، اعلام موضع نکردن، دیدگاهاشون رو توضیح ندادن. این از یک نظر. و از نظر دیگر اینکه معمولاً کسی که میخواد در جایگاه رهبری ایران قرار بگیره، رهبری ایران مهمترین پست میشه گفت اجرایی کشوره، چون در با قانون اساسی فعلی رهبری ولایت مطلقه فقیه حساب میشه، یعنی کسی که علاوه بر قدرت‌های مختلفی که در قانون اساسی بهش تفویض شده داره، در بقیه امور هم میتونه دخالت کنه و جلوی روند کارها رو بگیره یا یه روند جدیدی ایجاد کنه، از اختیارات ولایت مطلقه استفاده میکنه. یعنی هم قوای نظامی امنیتی به شکل مستقیم دست رهبری هست و هم اینکه در سایر امور کشور نظر میده و دخالت میکنه. خب
کسی که میخواد در چنین جایگاه مهمی قرار بگیره باید یه جور امتحان پس داده باشه که آیا توانایی گرفتن مسئولیت چنین مهمی رو داره یا نه. خب من همیشه نظرم این بود که کسانی باید مسئولیت بالاتری بگیرن که در مسئولیت پایین‌تر ایفای نقش کرده باشن. منظورتون مسئولیت اجرایی آقای دکتر، یعنی مدیریت کشور. مدیریت کشور ایران بسیار پیچیده و سخته با توجه به مجموعه مسائل داخلی که داره الان، مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی. مدیریت یک چنین کشوری کار آسونی نیست و کسی که در این جایگاه قرار میگیره باید خیلی توانایی داشته باشه از نظر مدیریتی. خب آقای دکتر، دیدگاه های ایشون در خصوص مسائل و مشکلات مملکت، مثلا ما الان خیلی مشکلات داریم، مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی، مشکلات فرهنگی، مشکلات امنیتی، دیدگاه های ایشون چجوریه؟ چون یعنی بالقوه میشه گفتش که ایشون اصلا قابلیت رهبری ایران رو ندارند، ولی حالا کلا دیدگاه هاشون چجوریه؟ که چجوری مثلا میخوان حل کنن این مشکلات و مسائل داخلی کشور رو؟ بله خب، تو اگر بر فرض محال تو خوابشون رهبر ایران بشن. بله خب، کشور ما به نظر منم الان داره مشکلات بسیار پیچیده ای شده، هم در بعد مسائل اجتماعی که خب ما با موضوعات مختلفی دست به گریبانی و ما دچار مشکل اعتیاد شدید در جامعه هستیم، دزدی و سرقت هستیم، دچار مشکل حاشیه نشینی در شهرهای مختلف هستیم که اونا خودش تبعات بسیار منفی زیادی داره، دچار مشکل دیدگاه ایشون چیه برای حل مسئله؟ یعنی مشکلات و مسائلی که ما الان تو ایران داریم آقای دکتر دیگه از حد شمارش همه میدونن به درد. خب همین، من میخواستم یکی که توضیح بدم تو مسائل اجتماعی که اصولا الان حداقل نه تنها ایشون، من اصلا فکر نمی کنم کشور راه حل درستی داره. یه دوره جلساتی میذاشتن و اونها به نظر من به نتیجه مطلوب نرسید در سطح رهبری و فعلا این مسائل هم جور ادامه داره، طلاق و اعتیاد و خودکشی و دزدی و از این قبیل مسائل. تو مسائل فرهنگی هم مسائل عدیده ای داریم، هم در حوزه کار رسانه، هم فرهنگ عمومی که فرهنگ عمومی جامعه ما با تقلب و دروغ و اینها آغشته شده و متاسفانه اغلب دولت مردان ما، کسانی که دارن حکمرانی میکنن، دیگه عادت کردن راجب مسائل روزمره خودشون خلاف بگن، دروغ بگن به مردم و این یه فرهنگ عمومی شده و تظاهر کنن به اینکه آدمای خوبی هستن، آدمای مذهبی هستن، مثلا مرتب برای ایام محرم لباس مشکی میپوشن، عزاداری میکنن، اما متاسفانه بخش عمده از اینها تظاهر و فریب هست و چون عملشون و حرفشون به هم نمیخوره، تضاد داره، این باعث شده که یک دیدگاه منفی تو جامعه پیدا بشه و یه مقدار این دینی که اینها دارن تبلیغ میکنن مردم نسبت بهش نگاه منفی پیدا کنن، یک حالت دینگوریزی در جامعه به وجود اومده. تو مسائل عقیدتی و فکری و مذهبی هم مفصله، تو مسائل حوزه رسانه‌ای هم خب دیدگاه هایی که معمولا ترویج میشه یا خود ایشون شخص سید مصطفی خامنه‌ای ایشون الان طرفدارش بودن در گذشته، اون در اون حدی که تا اون زمانی که من ارتباط داشتم عموما سلبیه، البته در عموم مسائل، یعنی نفی کردن و جلوگیری اینها. مثلا موقعی که بحث ماهواره ها بود این بود که مثلا چطور بتونن کل ماهواره ها رو مثلا خونسا کنن، تعطیل کنن، نذارن مردم دسترسی پیدا بکنن. یا زمانی که بحث اینترنت مطرح بود که در جامعه داره
گسترش پیدا میکنه این بود که چطور بتونن جلوگیری کنن، مثلا ببندن، نگذارن اینترنت در کشور بیاد. راه حل‌های عموما سلبی و نفیه که خب ما میدونیم اینها به تنهایی جواب نمیده و در زمانی که تکنولوژی جدیدی تو دنیا داره میاد ما باید ببینیم چطور به شکل صحیحی ازش استفاده کنیم و درست مواجه بشیم. تجربه گذشته نشون میده که نفی و سلب و جلوگیری و اینها عملا هم جواب نمیده و امکان پذیر نیست. اینا نکاتیه که توی دیدگاه فرهنگی وجود داره. از نظر اقتصادی که اصولا من فکر میکنم اصلا هیچ دولتی و در این سطح کلان هیچ راه حلی براش پیشبینی نکردم. من معتقدم، حالا حرف زیادی دارم، الان جاش نیست گفته بشه نسبت مسائل کلان اقتصادی که دیدگاه این آقا مشتبه چیه؟ من توی این توی حوزه مسائل اقتصادی من تا اون زمانی که ارتباط داشتم دیدگاهی رو بخواد معنی کنن دیدگاهی به طور مشخص از ایشون بروز پیدا نمی‌کرد، ولی در عمل اون چی که ما در صدا و سیما دیدیم و در بعد از اون تا امروز داریم می‌بینیم حساسیتی نسبت به فساد اقتصادی، خصوصا فساد کلان که در سطوح بالای کشور داره اتفاق میفته، یک جور فساد سیستماتیک در کشور شده، اینها حساسیتی وجود نداره. در صدا و سیما ما نمونه شو دیدیم که در حوزه مسائل فنی خب ما پرونده های متعددی رو کشف کردیم، رسیدگی داشتیم کردیم، اما خب اون فردی که به نوعی درگیر این مسائل بود خودش بعدا اومد شد رئیس صدا و سیما. ایشون اومد علی عسگری شد دیگه. و این ببینید مثلا خب من خودم شخصا با آقا مشتبه صحبت کردم و از ایشون توی اون جلسه ای که باهاشون داشتم پرسیدم، تو چشم ایشون نگاه کردم پرسیدم شما از آقای دکتر سرافراز برای مبارزه با فساد اقتصادی حمایت میکنید یا نه؟ گفتن بله بله، ایشون مثلا رفیق 20 ساله ماست، حتما اگر که گزارشی باشه. بعد شما گزارش ها رو مگه خودتون شخصا ندادین به رهبری و با خود مشتبه صحبت نکردین؟ چی شد؟ شما این که ضد فساد بودین وقتی استفاده دادین اوکی شما باید بدین، بعد کسی که ما رفتیم پرونده و همه چی در آوردیم اومد شد رئیس سازمان. این یعنی این که خب این نیستش که، یعنی من میخوام بگم ما نمیتونیم بگیم که در حوزه اقتصادی آقا مشتبه اصلا هیچ دانشی نداره، هیچ نقشی نداره، هیچ دیدگاهی نداره. دیدگاه ایشون حمایت از مفسدین اقتصادیه. خب بله، ببینید مثلا در مورد پرونده هلدینگ یاس که خب باز به نوعی ما در صدا و سیما درگیر شدیم به خاطر مزایده سازمان و بعدش بیشتر در جریان این فسادهایی که خیلی آدمهای مهمی درگیرش بودن ما هم در جریان قرار گرفتیم. خب به شکل درست این پرونده رسیدگی نشد، یه سری بخش کوچکی از اون ماجرا به دلیل فشار افکار عمومی مورد رسیدگی قرار گرفت، اونم به شکل محرمانه و مخفی احکامی صادر شد که بعدم ما شنیدیم کسانی که حکم زندانی گرفتن اونا در هویت جدید عراقی به شکل کوتاه مدت موندن در زندان و اصلا به شکل صحیح رسیدگی نشد. بله به این شکل سابقه داره، وقتی موضوعات اقتصادی و فسادهای اقتصادی در افکار عمومی خیلی برجسته میشد به شکل ناقص یا نمایشی. بعضی از پرونده ها رو می آوردن، اونم نه به شکل علنی واقعی، به شکل گزینه شده چند تا جمله می ذاشتن از یه قاضی مثلا شناخته شده که متاسفانه سابقه خوبی نداره، دو تا جمله از اون و یه جمله از یه کسی، و بچه هم آخر سر معلوم نمی شد نتیجه این احکام چی شده و به کجا رسیده، یا افرادی که اصولا نمیتونستن نقش اصلی رو داشته باشن در بسیاری از این پرونده ها به عنوان نفر اول مفاسد اقتصادی سکه و نمیتونم ارز و اینها مطرح میشدن، اعدام میشدن و بعد معلوم میشد که نه اصل کاری خارج اصلا وجود داره و ادامه داره این فساد ها و این پرونده ها
به شکل واقعی به نظر من هیچ وقت در سطح کلان، یعنی در سطح کسانی که کارهای مهم دستشونه، شرکت‌های بزرگ رانتی دستشونه، بانک‌ها در اختیارشونه، که اصلا عمده فساد و از به نظر من از طریق نظام سیستم بانکداری کشور و شرکت‌های بزرگ رانتی داره بروز و ظهور پیدا می‌کنه. در حالا این شرکت‌ها در بانک‌ها هست، در نهادهای انقلابی به اصطلاح هست، در ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، سپاه، در مراکز مختلف، صندوق‌های بازنشستگی، اینا هیچ کدوم به شکل درستی رسیدگی نشد. خب این بعدا میمونه مسائل سیاسی و امنیتی که اونام هر کدوم حالا تو ویدیوهای مختلف من الان آقای دکتر 11-12 تا اصلاحی میکنم مورد هست که میخوام در خدمتتون باشم. و جنبندی پس اینه که شما هم قبول دارید که این جناب آقای سید مجتبی خامنه‌ای تحت هیچ شرایطی اصلا قابلیت های خاصی برای رهبری ایران رو ندارن و به زوال میرسه این موضوع؟ بله، من از نظر من توضیح دادم که رهبری کسی میتونه رهبری ایران بشه، یعنی مهمترین پست حکومتی در کشور که اولا مردم بشناسن، دیدگاهاش رو آشنا باشن، باهاش قبول داشته باشن. و چون بالاخره ما در ظاهر هم که شده میگیم رهبری منتخب خبرگان مردمه که اونا رو مردم بهشون رأی دادن، پس باید در مردم شناخته شده باشه. و دوم این که در پست مدیریت هایی که قبلی در سطح ملی حضور داشته باشه، کار کرده باشه و موفق باشه، بگیم حالا میتونه توانایی اینو داشته باشه که پست بالاتری رو بگیره. نظرتون راجع به این که اصلا ایران نه رهبری نداشته باشه، یعنی یه کشوری باشه که یه رئیس جمهور باشه، نمیشه آخه هم رهبر باشه هم رئیس جمهور. همه میدونیم رئیس جمهور یه مترسکه، یه پاپیته اونجا که همه چیز از طریق رهبری فقط انجام میشه. خب حالا اگه ما بخوایم که مثلا ملت ایران بخوان که آقا اصلا رهبر نداشته باشن، یه رئیس جمهور باشه با وزرا و مثل خیلی کشورهای دیگه، اون نظر شما چیه؟ به نظر شما اون چجوریه؟ یعنی واقعا چرا ما تو ایران حتما باید یه رهبر ولایت فقیه داشته باشیم به اضافه پرزیدنت، یعنی رئیس جمهور؟ ببینید، یه زمانی در اوائل انقلاب بین پست نخست وزیر و رئیس جمهور اختلاف بود و اینکه بالاخره قدرت اول اجرایی کشور کیه؟ نخست وزیره که وزرا رو انتخاب میکنه یا رئیس جمهوره که مردم بهش رأی دادن؟ و این اختلاف و استحکاک به جایی رسید که گفتن قانون اساسی باید بازنگری بشه و پست نخست وزیری حذف شد از کشور. الان هم با توجه به اختیارات ولی فقیه، اختیاراتی که در قانون اساسی فعلی پیشبینی شده که عرض کردم یه بخشیش مستقیم مربوط به رهبری هست، مثل تعیین رئیس صدا و سیما، تعیین فرماندهان نظامی و بسیاری از امور کشور، تعیین سیاست‌های کلی، مجمع تشخیص مصلحت، شوراهای عالی و اینها از یه طرف، و رئیس جمهوری که اگر مدعی باشه واقعا در یه انتخابات رقابتی مردم بیان و فردی رو انتخاب کنن، خب اونم میتونه بگه من بر اساس یه دیدگاه‌هایی اومدم و یه پیشنهاداتی برای حل مشکلات کشور دارم و حالا رأی آوردم و بنابراین من وکیل این مردمی هستم که به من رأی دادن به دلیل این موازهی که گرفتم، به دلیل این راهحلهایی که ارائه کردم. ما که همچه چیزی ندید. خیلی خوب، منظورم همینه که اینجا باز دوباره الان یه استحکاک اینجوری پیدا میشه. یعنی از نظر قانون اساسی فعلی وقتی ما نگاه میکنیم یه مشکل اینجوری داریم و این قطعا اگر انتخاب رئیس جمهور عرض کردم به شکل واقعی باشه و در یه رقابت صحیحی با مشارکت بالای مردم اون فرد انتخاب شده باشه، این اشکال بروز پیدا میکنه و این که باید برای این که برای این باید فکر کرد. نه اینکه یعنی بالاخره یعنی ما یک، یعنی هر کشوری
یک مقام عالی مدیریتی میخواد که وقتی در واقع فرمان روایی میکنه، وقتی کار داره میکنه، همه باید زیر مجموعه اون باشن و پذیرش داشته باشن توی حوزه مدیریت. من دارم عرض میکنم که تضاد ایجاد نشه، مشکل ایجاد نشه. و حالا این میخواد اسمش رئیس جمهور باشه، رهبر باشه، به نظر میاد که این مشکل ما داریم. و البته من معتقد بودم کلا قانون اساسی هم باید اصلاح بشه، قانون اساسی فعلی، به دلایل مختلف که این ماجرا هم مطرح است. ماجرا تو ایران الان مطرحه؟ یعنی نه، از نظر من میگم. آها، از نظر شما؟ من فکر کردم تو ایران دارن. نه، تو ما موضوع به اصطلاح تغییر قانون اساسی زمزمه هاش به شکل‌های مختلف مطرحه. منتها خب این که اصلا آیا ممکن هست یا ممکن نیست، چون روالی که پیش بینی شده باید با مجوز رهبری باشه و از اون ور چه بندهایی بخواد اصلاح بشه. البته یه موضوع دیگه هست تو جامعه ما و شرایط فعلی که همین قانون اساسی فعلی هم بخشای مهمی از همین قانون اساسی فعلی هم اجرا نمیشه. بله، یعنی گزینشی داره بندهای قانون اساسی اجرا میشه. به هر حال ببینید آقای دکتر، اگر که قرار رهبری باشه که واقعا شاه دیگه، شاه وقتی هم که پسر قراره بیاد بشه مثلا رهبر بعدی، رهبر خب نخست وزیر بذارن با این مدلی هم که آقای رئیسی رو گذاشتن، اینا خودشون انتخاب کردن گذاشتن دیگه، مردم که خب رأی ندادن. به هر حال دیگه تا وقتی اینا هستن باید اینجوری باشه. بعدش مثلا این رأی مردم، درسته، اینکه یه فردی اگر قرار بشه رأی مردم و انتخاب مردم باشه، اولا باید زمان داشته باشه. یعنی یکی از نکات که در قانون اساسی فعلی ما وجود داره، انتخاب رهبری از توسط خبرگان پیش بینی شده اما زمان نداره، به مدت نامحدود، نامحدوده الا که خب این به هر حال روز فوت، اگر قرار رأی مردم و انتخاب مردم باشه این باید زمان داشته باشه. چون مثلا الان در 30 و چند سالی که الان گذشته از رهبری آقای خامنه ای، خب چند نسل عوض شدن، اگر قرار، و اینا همه صاحب حق رأی هستن، و اگر قرار بشه که اینها رأی اینها دخیل باشه، به اصطلاح اینها بتونن نظر خودشون رو اعمال بکنن از طریق صندوق رأی، بنابراین باید زمان داشته باشه. وقتی زمان نداشته باشه، بعد حالا به نوعی مثلا پسر خودش رو لایق‌تر بدونه که بیاد جای پدر و جوری ساماندهی بشه که این اتفاق بخواد بیفته، خب دیگه اونجا ماجرا دیگه رأی مردم و انتخابات نیست یا بسیار کم رنگ و بی‌خاصیت. دست شما درد نکنه، یه گلوی تازه بکنیم بریم که مجددا برگردیم با مورد موضوع بعدی.